سلام حسین هاشمی هستم به کلاس من خیلی خوش اومدیم میخوایم بریم سراغ مدل سازی در فیزیک ببین وقتی یه مسئله فیزیکی رو میخوایم حل کنیم مثلا فرض کن یه توپی رو پرتاب میکنم میخوام ببینم چند متر اون ورتر میاد پایین این میتونه خیلی پیچیده باشه چرا به خاطر اینکه توپ وقتی ارتفاعش از سطح زمین کم و زیاد میشه وزنش کم و زیاد میشه خب من اگه بخوام این عامل رو در نظر بگیرم حل کردنش نیاز به کامپیوتر دارم یا مثلا مقاومت هوا رو در نظر بگیرم یا باد اگر احیانا بیاد بخوام در نظر بگیرم یا خود تو بچرخه توی هوا این یعنی به صورت مستقیم نره دور خودش شرخش داشته باشه اینا همه باعث میشه که من بخوام تحلیلش بکنم که چند متون میفته پایین خیلی پیچیده بشه خیلی کار سخت بشه میایم چیکار کار میکنیم میایم مدل سازی میکنیم یعنی چی یعنی یک فرایندیه که توی این فرایند یه پدیده فیزیکی یه اتفاقی که میخوایم چکش بکنیم انقدر ساده و آرمانی میشه که بررسی کردنش دیگه نیاز به کامپیوتر اینا ها نباشه خیلی راحت بتونیم حساب کتابش رو انجام بدیم یک نکته خیلی مهمه من اگر بخوام اینو بیام مدل سازی بکنم مثلا فرض میکنم وزنش با ارتفاع که کم و زیاد میشه تغییر نکنه وزنش ثابت بمونه فرض میکنم آقا تو خلاه اصلا مقامت هوایی وجود نداره باد وجود نداره فرض میکنم که این یه ذره است اگه فرض یه ذره است یعنی ابعاد دیگه نداره پس اینکه میچرخه دور خودش دیگه برای من مهم نیست اینها رو میتونم فرض کنم و اوکیه به عنوان مدل سازی اما یه نکته مهم من وقتی مدل سازی میکنم نمیتونم وزن رو بیخیال بشم نمیتونم وزنو بذارم کنار بگم آقا وزن هم مدل سازی کردم وزنی وجود نداره اصلا نیروی گرانش زمینی به این توپ وارد نمیشه چرا به خاطری که یه اثر خیلی مهمه اثر جزئی نیست مثلا وقتی این توپ رو پرتاب میکنم اگر مقاومت هوا باشه در مثلا فرض کن 9 متری میاد پایین اگر نباشه در مثلا 9 و 1 سانتی متری میاد پایین اونقدر تاثیری نداره پس من میتونم یه اثر جزئی رو بذارم کنار آرمانیش کنم مدل سازیش کنم ولی وزنشو اگر من صرف نظر کنم توپو که پرتاب بکنم اصلا دیگه پایین نمیاد میره بالا یعنی کل شکل عوض میشه کل اتفاقی میفته تغییر میکنه پس وضعی عامل مهمه یا عامل جدیه نمیتونم اونو حسبش بکنم نکته هنگام مدل سازی باید اثرهای جزئی تر رو نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و کلیدی رو یک مثال دیگه فرض کن یه آقایی یه جعبه رو داره هل میده به سمت راست استکاک زمینم به جعبه به سمت چپ وارد میشه وقتی من میخوام اینو مدل سازی کنم لازم نیستش ابعاد جعبه رو در نظر بگیرم میگم جعبه یه ذره است مدل سازی میکنم با یه ذره چون کار راحت تر میکنه یه اثر مهم هم نیستش حالا نیروها رو هم میام روش قرار میدم ببین این شکل به نسبت این شکل خیلی راحتتر حساب کتاب میشه پس توی مدل سازی ما میایم یک تعریفش رو دوباره با هم کار کنیم میایم یک پدیده ای رو خیلی ساده و آرمانی میکنیم که حساب کتابش خیلی برامون راحت تر باشه سپاس سپاسگزارم تا این تا ویدیو همراه من بودی موفق باشید